سلام مواصلین عزیز، ارزومندم همتان صحتمند و بافیت باشین. ارزومندم هفته بخیر گذشته باشه، از مرض کرونا در امان باشین. لکچر امروزی ما شما راجع به راوتینگ است. درس گذشته ما شما راوتینگ یک معرفی داشتیم، اما بعضی ها مشکل داشتن. باز میخوایم موضوع را تکرار کنم که راوتینگ چی است و بخیر باز بخیر تایپ آف راوتینگ میریم. خود اگر تعریف راوتینگ ببینیم، امی است که یک پاکت از سورس به دستینیشن زمانی که نتورک ها مختلف می باشد، این پروسه را ما شما راوتینگ میگیم. بیاین یک سیناریو را فرض بکنیم، واساس سیناریو تشریح میکنیم که راوتینگ چی است. در ما شما فرض بکنین این یک نتورک است و ما ای را کپی بگیرم یا میایم یک تا دیگر را دیگر دراپ میکنم. این یک نتورک دیگه است. اینجا ما شما دو نتورک داریم و فرض بکنین این نتورک پهنتون سلام است، پهنتون سلام است و این نتورک فرض بکنین پهنتون کاردان است. این دو نتورک است، سلام کاردان، میخواه با هم ارتباط داشته باشه. اول یک سیناریو را فرض میکنیم. ما شما یک نتورک لند داریم، در داخل پهنتون سلام فرض بکنین این سویچ عمومی ما شما است و در پولی از یا ما شما نتورک های مختلف است، مثال هاست 1 است، هاست 2 است. فرض بکنین این تمام یوزر های پانتون سلام است و این طرف هم یک نتورک سویچ عمومی پانتون کاردان است. اینجا یک کمپیوتر، دو کمپیوتر و سه کمپیوتر. این سه یوزر میخوایا مثال ده یوزر است، انلیمیتد است، هر قدر ما شما مثال میبینیم با اساس مثال کار میکنیم. میایم این کیبل ها را وصل میکنم، ایره هم امرش وصل میکنم و ایره هم امرش وصل میکنم. با این قسم ایره با این تپالوژی جور میکنیم، کریئت میکنیم و بالاخره یک نتورک لند تشکیل شد. ما شما به سیناری که بروز برتان دستان فهم گفتم، اگر ما شما این پی سی را نام بتیم پی سی ای و ای آخری را نام میتوم پی سی بی و ای طرف هم ایره پی سی ای این ای طرف هم پی سی بی نامیتون پی سی بی. پس ما شما زمانی که یک مسیج است، یک پکت است، ای را پی سی ای می خواه و پی سی بی روان کنه. پس ما روز گفتیم که زمانی که پکت روان میکنه در نتورک، معمولا پروسه شکل است که مسیج از این میره پیش امی سویچ میره یا مو دیوائس سنترال کنکتیویتی دیوائس کاسته. اینجا ما شما گفتیم اگر این دیوایس هاب باشه، هاب امیره میکنه که این مسیج با کلگی فارورد میکنه، بر ازیم روان میکنه، بر ازیم روان میکنه. اگر سویچ باشه، سویچ ما شما میگیم سویچ یک انتلیجنت دیوایس است. اگر سویچ باشه، سویچ چی میکنه؟ سویچ دیجا دیتا را فارورد با کلگی نمیکنه، دیتا را با کلگی روان نمیکنه. برعکس سویچ در داخل خود یک موضوع داره به نام ماک تیبل، به نام ماک تیبل یک تیبل تشکیل میده. ماک تیبل به چه شکل است؟ ما شما میاییم فرض بکنین ای یک ماک تیبل خود یک سویچ است. ما میاییم ای تیبل مثال ما یک دو و ای یک تا پورت دیگر هم برش میدیم. ما شما زمانی که میگیم ماک تیبل میاییم، ماک تیبل زمانی که تشکیل میده، چی وقت تشکیل میده؟ ماک تیبل تا حالت تشکیل نمیشه تا که مکمل آدرس های از این کمپیوتر ها معلوم نشه. با چی گونه؟ اگر ما شما سویچ نو بخریم، سویچ هیچ ماک تیبل هیچ چیز نداره، از کجا ای را پیدا میکنه؟ زمانی که پی سی میخوای معلومات به پی سی بی روان بکنه، ماک تیبل نو است. پس همین وقت سویچ ما شما میگیم بای دیفالت یک برودکاست میکنه. اما برودکاست هم همین وقت است که عملیه را باز ما شما چی میگیم؟ سویچ فلورینگ میگیم. What? سویچ فلورینگ. سویچ فلورینگ امو مرحله است که امو راوتر سویچ سیسکو زمانی که میخوای مسیج فارورد کنه، ماک تیبل خالی است. پس همین وقت یک مسیج میگیره و تمام پورت ها روان میکنه، با هر پورت که امرایش وصل است. زمانی که وصل است، هر پورت ریپلای میگذاره، ریپلای میگذاره، ای هم ریپلای میگذاره. پس زمانی که ریپلای میگذاره، امی معلومات از یا میایا در ماک تیبل جابجا میشه. مثال چی گونه معلومات؟ در سویچ هر پورت که وصل میشه یک نمبر میداشت، مثال FA0/0 او روز ما شما دیدیم. مثال دی طرف FA0/1 است
پس اینی میشه زمانی که هر کمپیوتر با این وصل میشه میایه دا ایجا دا ای بخش میگه که از طریق پورت FA0/1 و بعد از او مهم موضوع چی هست؟ ماک آدرس هست. ماک آدرس ما شما گفته مثال ماک آدرس کمپیوتر ای عبارت از ایجا نشته میکنم سه تا چهار تا ایره میگیریم و از کمپیوتر بیره ما شما پنج تا بیره میگیریم. ماک آدرس وجود داره و میایا ایجا یک تیوال بنامه ایجا خوب پورت نمبر شد مثال پورت نمبر و ای طرف میایا ایجا میایا سورس آی پی سورس ماک و ای دیگهش میایا دینستینیشن ماک اینیا را ذخیره میکنه. پس میایا میگه FA0/0 ایدمی FA که ما شما قرار دیم ترفیز سورس ماک ادرسش را میگیره که مثال سورس ماک ادرسش از BBB است دستینیشن فیلان نیاز نیست اما ماک ادرس خودش را میگیره که FA0/1 کمپیوتر است که از طریق BB ماک ادرس BB با هم وصل است ایره در ماک تیوال ذخیره میکنه و مقسم اگه انتری دیگه میکنه FA0/0 میگه که ماک ادرسش هست AAA هست دار. پس زمانی که این کمپیوتر A میخوایا مسیج روان بکنه پس مسیجش میایا با ماک میایا با خود سویچ میایا سویچ در ماک تیبال خود میبینه که این زمانی که مسیج روان میکنه فریمی که روان میکنه در سویچ در دستینیشن ماک ادرس سورس ماک ادرس هست دستینیشن ماک ادرس چه میبینه که مثال AA هست دستینیشن دستینیشن ماک ادرس چه که میبینه BBB هست پس ایده میایا سویچ میایا به تیبال خود مراجعه میکنه در تیبال خود میبینه که بی بی در کجا قرار داره باش میگه که بی بی در FA0/1 قرار داره پس مسیج از اینجا میاره و سویچ دوباره به مکن PCB روان میکنه این پروسه است که زمانی که شما یک لان نتورک داشته باشیم زمانی که لوکل کنکشن داشته باشیم زمانی که نتورک لوکل داشته باشیم در همین اسرای وقت با اینمی قسم دیتا ترانسفر میشه اینمی شیوهش است که دیتا را بین داخل یک نتورک یا در داخل پانتون سلام یک استاد با استاد دیگه معلومات روان میکنه بس اینمی شیوه شکل طریقش است پس حالا مفهوم اساسی ما اینجا راوتینگ است زمانی که امی میخوایا از پانتون سلام یا امی پی سی ای که در پانتون سلام است با پی سی ای پانتون کاردان کار داره یک چیز روان میکنه یک مسیج میکنه یک نامه میگذاره خلاصه هر چیزی که است پس زمانی که ایره روان میکنه ایره نمیتونیم که از این نتورک لوکال ایره اکسس بکنیم این امکان نداره که از طریق لوکال ما ایره اکسس بکنیم پس چی رای حلش هست؟ رای حلش همی است که ما نیاز به راوتر داریم میاییم ما شما یک راوتر گیتوی راوتر یا مو راوتری که مکمل نتورک با او از طریق نتورک لان برش وصل است او را میاره ما شما با سویچ خود وصل میکنیم یا سویچ ما با راوتر خود وصل است پس امی وقت زمانی که معلومات کار میشه زمانی که معلومات روان میکنه پس معلومات میایا با سویچ اگر سویچ بود خوب اگر نبود پیش راوتر میه پس راوتر معمولا از طریق راوتر ما شما انترنت اکسس میکنیم از طریق راوتر با نتورک های دیگه وصل میشه ما شما گفتیم راوتر از دیوائس ویچ کنیک دیفرنت نتورک نتورک های مختلفه وصل میکنن پس پانتون سلام نیراوتر داره نتورکش جور آماده است این طرف کاردان همیه یک راوتر میگیره و راوتر با دیوائس خود با نتورک خود وصل میکنه پس راوتر سلام راوتر کاردان آمیالی کنکت است زمان که یا میخواین با هم کنکشن داشته باشه اگر مستقیم امکان داشته باشه خوب اگه اکثر وقت مستقیمه در بین از یا خیلی کسای دیگه است پس در مابین از یا باردر گیتوی راوتر امور راوتری که به شکل همسایه به شکل باردر یا در بین از یا قرار داره شاید دو راوتر شد شاید سه راوتر شد شاید چهار راوتر شد فرض بکنین که ما شما یک راوتر داریم پس کنکشن از یا ای پانتون سلام ای هر رقم کنکشنی که داره وایرلس است وایرد است هر کنکشنی که داره با با از کسی که اینترنت اکسس کرده با او در تماس است و ای امو لینکی که بین از یا شیر است امو راوتر که در میان از و جریان داره ایمی راوتر ایره پیدا میکنه
پس مثال ایرا مو شما بارر راوتر میگیم و ایجا مو شما ایرا چی میگیم؟ ایرا مو شما گیت وی راوتر میگیم. سلام راوتر گیت وی است. ای هم راوتر گیت وی مو شما نامید گیت وی راوتر است. پس مو شما زمانی که دیدیم گیت وی دوتا گیت وی بین هم مثال پانتون کاردان با پانتون سلام وصل شد، امی است که راوتر یک نقش افاده میکنه. حالا اگر مثال از این سایت ما شما فرض بکنیم پی سی ای میخواه مسیج روان بکنه، ما شما گفتیم که اگر مسیج ما شما زمانی که روان میشه، ما شما او روز گفتیم دو موضوع هست، یکی فریم است و یکی هم پکت است. در اوسای مدل شما خانید یکی فریم است یکی پکت است. ببینید زمانی که معلومات کمپیوتر روان میکنه یک پکت روان میکنه، زمانی که پکت ساخته میشه در پولی از سورس ماک آدرس دستینیشن ماک آدرس جا بجا میگه کیره در فریم جا بجا میشه. فریم لایر 2 پروتکل است، دیتا لینک لایر پروتکل است. پس این در داخل سویچ کار میکنه، زمانی که در سویچ میبینه چیزی که این ماک آدرسی که یادرسی که اینمی آدم کار داره اینمی پی سی ای در کاردان که هسته ایره در اینجا پیدا نمیکنه. پس همیجه است که مسیج از این میایه از اینجا آوت میشه به راوتر میایه و راوتر چی میکنه؟ راوتر مسیج از فریم میگیره با پاکت مبادل میکنه. فرق بین فریم و پاکت چی هسته؟ فریم که هسته فریم معمولا سه چیز میداشته باشه، چهار چیز یا سه چیز. مثال معمولا سورس فریم، سورس ماک، دستینیشن ماک، دیتا اند سی آر سی سایکل ریدندنسی چک. این موضوعات است که در داخل خود یک فریم جا بجا میشه، در داخل یک فریم کانتین میداشه، یک فریم ایرا میداشه باشه. میمه هم ایجا یک شکلش هم جور میکنم از فریم ها. ما فرض بکنیم این یک فریم است، چند حصه داره؟ ما شما ایجا دیدیم که 4 صداره سورس ماک و ای دیگه شم ما شما دستینیشن ماک، ایجا هم دیتا و ایجا سی آر سی. سورس ماک امو ادرس هست دیتا روان میکنه، سورس ماک میگیرم شان. دستینیشن ماک کسی هست که معلومات اکسس میکنه و دیتا امو چیزی که ما شما روان میکنیم بخاطر چی ای پاکت میره و CRC سایکل ریدندنسی چک بخاطر ایرور چک کردن است که پکت درست است نیست درست. یک شکلی از فریم است، فریم ساختارش با اینی قسم است. زمانی که از سویچ دیتا میره مربوط سویچ نمیشه، یعنی دیتا با یک نتورک دیگه میشه، پس میایه به راوتر و راوتر شکل دیتا را تغییر میده. با چی قسم دیتا را میایه در یک چی جا بجا میکنه؟ در یک فریم جا بجا میده. امی دیتا زیر میگیره در فریم جا بجا میده. ما میایم امیرا دیجا یک چیز میکنیم، رسم میکنیم. پس مثال اینی می شکل است. دیجا چند چیز اضافه میکنه؟ دو چیز اضافه میکنه. اونمو دیتا فریم در داخل از این وجود داره، دو چیز را ایجا لیست میکنه اضافه میکنه، یکی سورس آی پی است و دوم destination IP است. امو IP که کی را روان میکنه و IP که با کی ارسال میشه ایره دی جا بجا میکنه. پس معلومات که نیاز است، معلومات که میخواه ای پی سی ای زمانی که روان میکنه پکت خود میبینه، پکت معلومات که نیاز است او یا کسی که نیاز است دی جا نیست، پس میایه بر راوتر و گیت وی راوتر میبینه که معلومات مربوط کی میشه و بارڈر راوتر میده. بارڈر راوتر چک میکنه که نتورک در کجا قرار داره، بارڈر راوتر پیدا میکنه که گیت وی بنام سلام است. سلام زمانی که میبینه که در نتورک داخل از دستینیشن نتورک آیا دمی جو وجود داره، بله آدمی جو وجود داره، پی سی ای است. پس اینمی پروسی است که ما شما ایرا راوتینگ میگه. راوتینگ امیره میگه که یک پکیتا از یک نتورک به یک نتورک دیگه روان میکنه. اگر ما شما راوتر نداشته باشیم یا ما شما راوتینگ دیجا نداشته باشیم، پس ما شما نمیتونیم که دیجا سکسسفول شویم، ما شما نمیتونیم که دیجا
کامیاب شویم. پس اینمی پروسه که دیتا را از یک نتورک به یک نتورک دیگر روان میکنه، دیتا را از یک سورس به سورس دیگر که سورس در جاهای مختلف است، این ما شما عبارت از راوتینگ میگیم. میگم که در سلاید ما شما چی گفتیم. Routing is usually performed by dedicated device called a router. Any router routing process ke router anjam eta. Va router ek routing ek is khusiyat khil muhim az is ke moshma basas az mitanim az yak network back network dega. Az yak machine back machine dega ke dar ek jay dega qarar dara moshma access paida bukonim. Pas enemy router dar poly az ke routing yak khubi shami az ke ek network va dedicate mekona. دوم خوبیشی است که برای ما شما بست پات انتخاب میکنه. اکثر اوقات ما شما سه تا گیتوی راوتر میداشته باشیم دی شکل. ما شما اگر ببینیم سه تا گیتوی راوتر است، چهار تا، مثال از ایرام کنکشن داریم، از ایرام کنکشن داریم، از ایجم کنکشن داریم، ایجم داریم. پس همینجا باز هم راوتر یک بست پات انتخاب میکنه، یک رای خوبی را انتخاب میکنه و مدیریت زور انجام میده. کیرا ما شما عبارت از چی میگیم؟ عبارت از راوتینگ میگیم. امی پروسی است که دیتا از یک نتورک به نتورک دیگه چگونه شیر میشه. که ما شما عملا میخوانیم راوتینگ چی است، کدام نوع راوتینگ داریم. ما شما دو نوع راوتینگ داریم، استاتیک است، دیفالت سے معمولا دو نوع است، خو جسی نو گرفت اگنه استاتیک دیفالت د یک کٹگوری میا. ما شما استاتیک دیفالت داینامیک سے نو تقریبا نیچ راوتینگ داریم. هر دوی از انشاءالله در ویدیو بعدی استاتیک و دیفالت کار میکنیم، در ویدیو بعدی پرکتیکال بالایش کار میکنیم. انشاءالله هفته بعدی باز بخواید به دینامیک پروتکولا میریم و انشاءالله رویش بحث میداشته باشیم. این بود لکچر امروزی ما شما راجع به راوتینگ چی هست یا راوتینگ چگونه کار میکنه. انشاءالله در ویدیوهای بعدی، در لکچرهای بعدی ما شما بخیر موضوعات مختلف دیگه وجود داره روش بحث میکنیم. اگر بازم مشکل دارین، جایی که نفهمیدین، جایی مشکل هست، میتونید از طریق واتساپ با ما شریک بکنین. انشالله در ویدیو بعدی برتان کاور میکنیم. خداوند نگهدارتان. انشالله در ویدیو بعدی موضوعات نو بخیر میخوانیم.